نو، بهار نو و سال نو شما مبارک. دسان پوانتون جورج تاون شهر واشنگتن دی سی قرار دارم و در مورد یک آغاز نو فکر میکنم. در سبا ورز هیلی او در اتون که در جورول در پره حدسی لامدست روزنیز و مرکزون سخه پیل کیگی. نوروز او په افغانستان کې د نوی تعلیمي کال پیل. نن پر همدې موضوع غږیږو له کاروان سره. اوس سلام، داود صدیقی هستم. در ابتدا سال نو به شما تبریک میگم. شما اولین کاروان سال 1390 تماشا میکنین. با فرارسیدن بهار، طبیعت یک بار دیگه زندگی را با آرزوها و امیدهای نو آغاز میکنه. در افغانستان با آمدن سال نو، دروازه های مراکز آموزشی یک بار دیگه برای دانش آموزان باز میگرده. سره دیده چی؟ دزده کل دی مرکزون و دروازه دی طول پر مخلصیگی. شته دست کسان چی دی بیلا بیلو دلائلو لکبله دزده کل لاره ورته نده هواره. برنامه امروز با نواختن زنگ معارف افغانستان آغاز میکنیم. نوی تعلیمی کال د ولسمشر کرزی لخوا د خوانځي د زنګ په وهلو سره پیل شو. په امانی لیسه کې په همدې مناسبت جوړ شوي غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې افغان ولسمشر له طالبانو او نورو مخالفو وسلوالو ډلو څخه غوښتل چې د خوانځيو د تړلو او سزولو پر ځای د ښوونې او روزنې ته پاملرنه وکړي او خوانځيو ته د خپلو بچیانو په استولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. اوس مهال د افغانستان پوهنیز بهیر د دولتي او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونو له خنډ سره مخامخ کړی. مکتب بچی ته نه سوزان، مکتب دختره ته نه سوزان، امی مکتب رکتومی سوزانی مکتب اولادت است، مکتب دخترکت است، مکتب بچگکت است. آینده این ملت، آینده این ملت فقیر و بیچاره و دردیده و ظلم کشیدره که حال یک باقی پیدا کرد برای درس و تعلیم ایره خراب نکن. مکتب سوختاندن دشمنی با ملت افغانستان است، دشمنی با دین اسلام است، چون دین هم فقط از راه تعلیم و معرف میتان آموخت، دگرانه نیست برای آموزش دین، از راه آموختن سواد است. ډیری ښوونکي بیا وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله د ښوونځیو سوځول، د زده کوونکو مسمومول، د درسي توکو کمښت او اقتصادي ستونزې هغسې دي چې د پراخ پوهنیز بهیر پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د دوی په وینا د افغانستان د سویل او سویل ختیځو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې ښوونکي او زده کوونکي ګواښل کیږي او په ځانګړې توګه نجونې نشي کولی چې خوانځیو ته ولاړې شي. خلاص کړی دی شاید نه تنها یوازې په ولایتو کې، بلکې خپله پسه د کابل کې مکتبونه مسموم شو او خصوصا دولت نه او مخالفو وسلوالو نه د غوړ سږ کالې مکتبونه په رام او په ښه هغه مخته لاړ. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به سږ کال 8.3 میلیونه زده کوونکي خوانځیو ته ولاړ شي، چې د 190,000 ښوونکو لخوا به ورته په 14,000 مکتبونو کې ښوونه او روزنه ورکول کیږي. معرف تاسو پوهیږئ چې کال په کال باندې وده کوي او دا وده د نوو هڅو او نوو هیلو سره تړلې ده. یعنی هر کال موږ نسبت تیر کال ته زیات امکانات خپلو ښوونځیو ته ورکوو، میز، چوکۍ، نوي کتابونه، مسلکي استادان. هر کال زمونږ د مسلکي استادانو کچه مخ په لوړېدو وي او د کیفیت د ودې تر څنګ کیفي ودې ته به سږ کال په متواتر ډول او په پرلپسې ډول باندې توجه. د دوی په وینا د هیواد په کچه 450 ښوونځي تړلي دي چې له امله یې 200,000 زده کوونکي ښوونځیو ته نشي تللی.
کسی هم ولسمشر کرزی او د پوهنې وزارت چارواکو پر مخالف او وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د زدکونکو د وژلو او د ښوونځیو د سوځولو نه لاس واخلي. خو که چیرې تېرو کلونو ته ورشنو د مکتبونو د سوځولو او د زدکونکو مسمونول هغه ستره ستونزه وه چې د پوهنې وزارت پر وړاندې پرته وه. دا چې سخت کال به د پوهنې وزارت دپاره څنګه کال وي وخت به د دې پوښتنې ځواب ووایي. محمد مصطفی کاکړ د امریکا غږ کابل. امسال هزار باب مکتب جدید در افغانستان ساخته خواهد شد. این مطلب وزیر معارف افغانستان در گفتگوی اختصاصی با کاروان ابراز داشت. توجه نمایید به این گفتگو. د ښوونې او روزنې وزارت د نوي کال لپاره کوم پروګرامونه په لاس کې لري؟ د دې کال د تعلیمي عمده برنامه به دا وي چې موږ به زر بابا نوي ښوونځی تاسیسوو، 200 بابا الحاقیه به ابتدایي ښوونځیو ته ارتقا ورکوو، 600 بابا ابتدایي ښوونځی به متوسطه ښوونځیو ته ارتقا کوي، او 450 بابا متوسطه ښوونځی به د لیسې سطح ته ارتقا کوي. د زر بابا نوي مکتبونو په تاسیس سره به زموږ د تعلیمي موسسو تعداد 4000 ته ورسیږي، سخ کال 10000 وي به 4000 ته ورسیږي، سخ کال به موږ 10000 جدید شمولان ولرو چې د دې په جذب سره به زموږ د متعلمینو عمومي تعداد د 8.8 میلیونو څخه چې سخ تیر کال وه 8.3 میلیونو ته ورسیږي. امنیت په کومو سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو په وړاندې لا تروسه لویه ستونزه ده او په کومو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي ستاسو په نظر؟ عمدتاً ښوونځي زموږ په جنوبي ولایتونو کې تړل شوي چې زیات تعداد یې په د لوی قندهار په څلورو ولایتونو کې دی. هلمند په ولایت کې دی، قندهار په ولایت کې دی، روزګان په ولایت کې دی، زابل په ولایت کې، په پکتیکا کې هم څه ستونزې لرو، په نورستان کې هم لرو. جمعاً 4500 مکتبونه نن هم زموږ د وطنوالو پر مخ باندې بند دي چې په نتیجه کې 2 لکه متعلمین د تعلیم او د الله د معرفت د حاصلولو څخه محروم شوي دي. تیر کال د ښوونکو د معاشونو د لوړولو ژمنه وشوه، په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی او ښوونکو ته د کورونو یا د نمرو د ورکړلو په برخه کې څومره کار شوی دی؟ تر څو چې د معلم تعلیمي سطح لوړه نه شي او معیشتي سطح یې لوړه نه شي، معلم به ونه شي کولی چې په یو جام زړه سره او په یو مطمئن ذهن سره د معلمۍ مقدسې وظیفې ته ادامه ورکړي. په دې خاطر موږ د دوی تعلیمي سطح ته او د دوی معاشتي سطح ته دواړو ته توجه کړي. په 1400 کال کې 10000 معلمینو ته د سرپنا یوه یوه نمره توضیح شوه، او په 1409 کال کې 40000 معلمینو ته یوه یوه نمره توضیح شوه. په دې کال کې به 50000 معلمینو ته یوه یوه نمره توضیح کوو. همدا لړۍ به انشاءالله ادامه پیدا کړي تر څو د افغانستان د معارف د نظام هر محترم معلم د سرپناه چکتن شي. په مورنۍ ژبه د زده کوونکو لپاره د زده کړو د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ عمده ستونزه د افغانستان په 3 رسمي ژبو کې ده، اما تر کومه اندازه چې 2 ملي ژبې د افغانستان مطرح دي چې هغه پښتو او دري ده. دا عمومي مشکل چې د معلمینو مسلکي معلمینو کمبود دی، دې موږ متاثر کړي یو. د معلمینو د خپلې خوښې خبره ده، یعنی موږ قطعا په چا باندې دا جبره نه تحملوو چې ولاړ شي په یوه ژبه کې درس ووایي یا په بله ژبه کې. دا یو دوی خپله غوښتنه ده، اما چا چې غوښتنه کړي موږ توانېدلی یو. د مثال په ډول په کابل کې موږ توانېدلی یو چې د 1,80,000 متعلمینو دپاره د دوی په مورنۍ ژبه چې مخکې به یې په بله ژبه تعلیم کوه، اوس یې په خپله مورنۍ ژبه ورته د تعلیم زمینه مو برابره کړې ده. وزیر صاحب، وروستۍ پوښتنه: کوم هیوادونه افغان زده کوونکو ته د زده کړو لپاره بورسونه ورکوي او د ویش بهیر یې څه ډول دی؟ البته موږ ډېر مشکور یو د هندوستان د دوست هیواد څخه چې آغاز یې هغه وکړه. په کال کې 1500 بورسونه موږ ترا کوي چې دغه د جملې څخه 80 بورسونه د ماسترۍ د سطحې دپاره دي او 440 بورسونه د لیسانس دپاره دي. او ورپسې پاکستان چې 400 بورسونه موږ ته په کال کې راکوي، قزاقستان یې راکوي، مصر یې راکوي، ترکیه یې راکوي. د 210 بورسونه دپاره د ولایاتو په سطحه سهمیه ورکړي، هر ولایت شپښتنه او کوچانو ته شپښتنه، چې کوچان جمع 4 ولایت 15 15 په شپږو کې 210 کېږي، او متباقي 210 مو د ملي په ملي سطحه امتحان اخیستی دی. په هغه کې صرف اول نمره، دوهم نمره او دریم نمره د 12 فارغین برخه اخیستلی شي. په هغه کې هر چا چې لوړې نمرې وګټلې. ډېره زیاته مننه جناب وزیر صاحب دې نه چې وخت مو راکړو ترڅو تاسو سره مرکه ولرو. هر کله راغلی خوشحاله شوم په لیدلو. تشکر. گفتگوی وزیر معارف افغانستان بود با کاروان. در این چند سال اخیر معارف افغانستان شاهد افزایش چشمگیر مکاتب خصوصی بوده. در حال حاضر تنها 51 مکتب خصوصی در ولایت هرات زمینه آموزش برای دانش آموزها فراهم کرده.
در این مورد همکار ما فاروق فیضی گزارش داره. آغاز به کار بیش از 51 مکتب خصوصی در شهر هرات از مهمترین دست آوردها در عرصه معارف در چند سال اخیر در این ولایت پنداشته می شود. اما این مکاتب صرف در اختیار کسانی قرار دارد که توانایی اقتصادی بالایی را دارا هستند. ایجاد مکاتب خصوصی در ولایت هرات با دیدگاه های متفاوت و گوناگونی روبرو است. مکاتب خصوصی که هست برای شاگرد موقع بیشتر میده و شاگرد بیشتر رشد کرده میتونه و درجه در خصوصا در این مکتب درجه تحصیل استادا خیلی بلند است و درجه لیسانس میباشه. اما به مکتب خصوصی چون تعداد شاگردا کم است و معیار شده که مثلا از 20 نفر یا 15 نفر کمتر میباشن یا 15 نفر میباشن، پس طبعا نوبت به یک شاگرد میرسه و او میتونه رشد کنه. اما شماری از شاگردان مکاتب دولتی مدعیان که گسترش مکاتب خصوصی باعث شده است تا آموزگاران ورزیده را به سوی خود بکشانند. مکتب خصوصی به خاطر که معاش بیشتری به استادا میدن، استادا نظر به ضرورت خو میرن به مکتب خصوصی. الان استاد خوب ورزیده به لسای دولتی نمونده. از سوی هم مولوی عبدالرحمن عزیزی معاون ریاست معارف هرات با آنکه از مؤثریت مکاتب خصوصی سخن میزند اما باور دارد که این مکاتب بیشتر به خاطر بود تجارت فعالیت میکنند. در اونجا بیشتر به عنوان یک مسئله تجارتی نگریسته میشه تا جایی که یک رسالت دینی و انسانی و فرهنگی و علمی به حساب بیایه. فقط هم و غم بیشتر اینه که از ایرا به عنوان یک معامله پول به دست بیایه. خوشحال در بین کسایی که همه یکسر مونه میشه یکسر بگین که همی هدف دارن. اما مسئولان مکاتب خصوصی در هرات میگویند تنها هدف این مکاتب ارتقای ظرفیت شاگردان و ارائه خدمات مفید است. یکی از اهداف مهم تأسیس مؤسسات تعلیمی خصوصی انکشاف در کیفیت و رشد و بهبود کیفیت آموزش پرورش در افغانستان. من فکر میکنم تأسیس این مکاتب خصوصی نقطه عطف در تاریخ تعلیم و تربیه هست. با این همه سید یحیی حزین استاد پوهنتون هرات به این باور است که مکاتب خصوصی با قائل شدن امتیازات بیشتر برای معلمین زمینه دلسردی معلمین را به مکاتب دولتی فراهم کرده و منجر به روی آوردن آنها به مکاتب خصوصی شده است. در نظر داشته از این مسئله که افراد و اشخاص و خانواده های افراد فرزندان خود به این مکاتب روان میکنم که دست باز اقتصادی دارن و پولدارتر هستن و از طرفی هم افرادی که پولدار نیستند و اقتصاد از اینا پایین تر هست به این مکاتب متاسفانه به خاطر فیسای بلنده که عقص میشه راه پیدا کردن نمیتونن. این یک توازن غیر عادلانه در سیستم معارف افغانستان خصوصا در ولایت هرات ایجاد کرده. با آن که هم اکنون بیش از 700 هزار شاگرد در چوکات معارف ولایت هرات در غرب افغانستان مصروف فراگیری درس و تعلیم هستند، اما شماری از کارشناسان مسائل فرهنگی مدعی هستند که پایین بودن سطح درسی در مکاتب دولتی باعث شده است تا شماری از فامیل های توانمند اولادهای خود را در مکاتب خصوصی بفرستند. فاروق فیضی، هرات. د اینترنت لاره ډیر پاسنه او هر وخت چې وغواړی کولای شي کاروان وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي. لکه څنګه چې ګوري موږ سره د اړیکې لارې ډیرې دي، خو د کاروان د فیسبوک پاڼې لیدل مه هیروئ. پته یې ده facebook.com/karwantv. ستاسو د نیوکو او وړاندیزونو په هیله. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا. اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. اکثر افغان زکون که چه لحیوات سخب بهر ده نره پا لوی پانتونونو که زدکلی تر سره کوی ده نور زکون که پرتالا دیر کوخخ کوی چه للاس راغلی موکینا خگت پورتا کرد. یاو لدوگو زکون که سخب ده جورنالزم پا برخه که ده جورج واشنگتن پانتون زکمون که مصدق بیدار دی چه غوارم تاسو هم و سراش ناشه. جورج واشنگتن
این پوانتون در سال 1821 میلادی توسط مجلس نمایندگان ایالات متحده در پایتخت این کشور ساخته شد تا اینجا رهبران آینده آموزش داده شوند. به قول دانش آموزان، GW یکی از بزرگترین مؤسسات آموزش عالی در واشنگتن دی سی است. مصدق بیدار، دانش آموز افغان نیز در جورج واشنگتن ژورنالیسم می‌خواند. خب از روزای اول پوانتون جورج واشنگتن قصه کو کامل چی احساس داشتی، چی دیدی؟ روزای اول تغییرات، بسیار تغییرات بود. اولی بود که من خودم تنهایی بودم، از فامیل دور، در اکشار نو، تنها که خود زندگی میکردم، نان خودم میخریدم، اینو کل چیزا بر من نو بود و جالب بود برم بسیار که یک شروع زندگی خودم بود، تنها زندگی سرپای خود کلان میشدم و بسیار خوشم آمد در روزای اول، جالب بود برم بسیار. کمی در مورد پوانتون جورج واشنگتن بر ما قصه کنم. والا میالا که جسته میره میگن یونیورسیتی یارد، یک پارک هست در شاگرد ها جمعن، کتاب خودم میخوانن، درس میخوانن و امی چهار طرف ما که هسته، مکتب حقوق هسته، با سکول هسته و این بیلدینگ دو بغل که هسته، بیلدینگ جورنالیزم هسته و جورج واشنگتن در داخل شهر هسته و بر جورنالیزم بهترین جا هسته، نزدیک وایت هاوس هست، همیشه یک چیزی جعب میشه، همیشه خبر این همیجه، از همیجه شروع میشه، چانس خوب بر من میته که جورنالیزم ها صحیح بخونم و خوب ریپورتر شم، از امون خواهد ایجا مرم جورج واشنگتن و تا بال بسیار دوست دارمش. مصدق و خانواده‌اش چون میلیون‌ها افغان مهاجر در جهان از اثر جنگ زادگاهشان را ترک گفتند. اینجا اتاقم است، میز میجا است، وقتی که کار میکنم، کارخانگی میکنم، درس میخوانم اینجا میام، عکس فامیلی اینجا است، تک روز گریجویشن هم است که مادرم، پدرم و دو برادرم و خواهرم اونجا است، اینجا بیرق افغانستان خود باید باشه سر میزم. چقدر ارزش داره که خودت در یکی از پوانتون‌های معتبر دنیا درس می‌خونی؟ من بسیار مهم است به خاطر که جورج واشنگتن یک پوانتون بهترین، یگان بهترین پوانتون در دنیا است و من یک بچه افغان که جا هستم، برای من بسیار مهم است که از کلی که دیگه زیادتر درس بخونم، زیادتر کار بکنم، زحمت بکشم، به خاطر که مردم ما در افغانستان اتو کار نمیتونن، درس اینجا نیست و درس زمیاوی درس و مکتب بر افغانستان بسیار مهم است و ما که جد چانس آورده ما باید بکنم، زحمت خود بکشم بر مردم افغانستان. اکثر افغانهایی که بیرون از کشور زندگی میکنن مثل مصدق بیدار آرزو دارند روز دوباره به خانه آبایی خیش برگردند و مصدر خدمت شوند. هر افغان زده که اون کتاب کرده چه دزده کرده پر برخه که لده شن تا موکینا خاگت پورته کرده. پر حال وربشو بل مطلب تا بیش از 2000 جوانی که در سال گذشته از صنوف 12 و بالاتر از آن فارغ گردیدن بخاطر وظیفه معلمی در ولایت هرات با هم به رقابت پرداختن. باز هم همکار ما فاروق فیضی مطلبی داره. در این روزها ریاست معارف و مدیریت های معارف و ولسوالی های 15 گانه ولایت هرات میزبان جوانانی هستند که به خاطر به دست آوردن وظیفه معلمی با هم به رقابت می پردازند. این جوانان که اکثریتشان از صنوف 12 مکاتب ولایت هرات در سال 1389 سند فراغت به دست آوردند، می خواهند از طریق مسلک معلمی از یک سو زمینه اشتغال را به دست آورده و از طرف دیگر با معاش آن وسیله امرار معیشت فامیل های خویش گردند. معلمی یک وظیفه مقدس و ما جوانا همیش استقبال کردیم و میکنیم از وظیفه معلمی و این مسئولیت داریم ما در قبال جامعه خود. اما از 2 سال به این طرف به دست آوردن وظیفه معلمی برای جوانان این ولایت نیز به یک چالش مبدل شده است. در سال جاری در حدود 3000 جوان اعم از قشر ذکور و اوناس قصد آموزگاری را دارند، در حالی که فقط این چانس برای 1100 تن داده می شود. سابق که بود خوب بود، از 12 که فارغ می شدین یک امیدی بود که آنه اگر دیگه کار برای ما پیدا نمی شه، اگر پانتون به منابع با مشکلاتی که داشتیم نمی تونستیم رفته، معلم می شدین خوب بود، خرج ما را معلمی می داد، به هر حال تقریبا نسبت به دیگه کارا خوب بود، شغل خوبی هم هست به حساب مسلک خوبیه، مگر می که حالا امورم از ما بگرفتن،
بنابرای دلایلی که بین خود نایه. میگن باید شما بیایم اینجا امتحان بدیم. همچنان کامران تقوی مدیر اجرایی و سخنگوی ریاست معارف هرات میگوید به تناسب بستهایی که از سوی وزارت معارف در اختیارشان قرار گرفته است میتوانند معلمین را در سال جدید جذب نمایند. در این حال بصیر احمد آروین طاهری سرپرست ریاست معارف ولایت هرات میگوید بر اساس تاکیدات وزارت معارف و به خاطر بهتر شدن وضعیت معارف در سال جاری ارجحیت به فارغین پوانتون ها و مراکز نیمه عالی داده می شود تا به صفت معلم جذب معارف هرات شوند. ما در شهر امسال جذب پذیریش ما بسیار پایین است و ما نهایتا اول لسانس ها مطابق کمبودرش و بعدا فارغین چاردر ما جذب میکنیم. در حال مسئولان ریاست معارف ولایت هرات از جذب 1000 تن به صفت معلم در سال 1390 در مکاتب ولایت هرات خبر میدهند که تا هم اکنون در اکثری از ولسوالی های این ولایت افراد اجیر و قراردادی به صفت معلم ایفای وظیفه می نمایند. فاروق فیضی، هرات. ده حقیقت دی چه افغانستان دی پوهنه پا برخه که مخکوران دی روان دی. خو دی نره او گواندوی هوادونو پا پرتلا لده رو اگدال آره پرمخته. دا چه پا 1390 هجری لمریز کال که چمره دی پرمخته که ایل موجوده ده لکاروان سره دی اریک پا برخه که خبری پریکو. هم دا اوس امین الحق مایل دی سویدن دی کمیته دی تعلیم او تربیه دی برخه مسئول پخبرونه که را سره دی. مایل صاحب با کاروان خوش آمدین. خوش باشین، اجازه بدین خدمت شما و خدمت بیننده های محترم تلویزیون صدای امریکا ما هم احترامات خود تقدیم بکنم و از شما تشکر بکنم که شما این برنامه را به خاطر مسئله معارف شما تخصیص دادین. لطف میکنین. در ابتدا کوتاه اگر در مورد فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان بر ما معلومات بدین. در بخش تعلیم تربیه ما تحت سه هدف استراتژیک که عبارتند از تهیه دسترسی یا ازدیاد دسترسی اطفال بر معارف مخصوصا دخترها در طبقه در مناطق دوردست، بهبود کیفیت معارف و ارتقای ظرفیت ادارات محلی معارف است. تحت سه هدف استراتژیک فعالیت های خود پیش میبریم. بله، چالش عمده سر راه معارف در چی میبینین شما؟ چالش های بسیار زیاده وجود دارند. یک چالش مسئله عدم دسترسی تعداد زیاد اطفال مخصوصا دخترها بر معارف است. در این شرایط فعلی در حدود بیشتر از 40% اطفال واجد شرایط مکتب فعلا از رفتن به مکتب محروم هستند بنابر عوامل مختلف. چالش بزرگی که فرارای کسانی که فعلا در مکتب میرن قرار دادن که ما امیدوار هستیم حل شوه مسئله بدامنی یا عدم امنیت است. موضوع کمبود معلمین در مجموع در مکاتب مخصوصا معلمین طبقه اوناس در مکاتب بخصوص در مناطق دوردست یک چالش بسیار بزرگ است که کیفیت معارف خیلی متاثر می سازم. ما داریم مناطقی در افغانستان که حتی یک معلم طبقه اوناس در اونجا وجود ندارد و همچنان معلمینی که فعلا موجود هستند در سیستم بیش از 70% از اینا اما حد اقل معیار معلمی را که از طرف وزارت معارف تعیین شده که عبارت از تحصیلات الی صنف 14 است او را پوره نمی کنند. بنا به این کمبود معلم یکی از چالش های عمده دیگه است. در آخر می خواهیم بپرسم که امسال چی پیشرفت هایی را در بخش معارف شما پیش بینی می کنین؟ یک پیام اگر اجازه بدین وقت آخر خدمت هموطنهای خود دارم و اویست که مخصوصا بر والدین که والدین ما در قسمت تعلیم و تربیه اولادشان سهم فعال بگیرن، بی تفاوت نمانند و یک پیام هم خدمت وزارت معارف در مجموع دولت افغانستان و کمک کننده در عرصه معارف دارم و اویست که بین معارف غیر سیاسی بسازیم و در این عرصه مخصوصا برای طبقه اوناس بین چیزی که از دست ما میشه خدمت کس ما میشه دریغ نبکنیم. امین الحق مایل مسئول برنامه تعلیم و تربیه کمیته سویدن بر افغانستان از حضور شما در کاروان جهان سپاس.
تشکر از شما. گزارش داریم از واشنگتن. شام در کابل نام محفلی بود که به ابتکار اتحادیه دانش آموزان افغان پوانتون جورج واشنگتن برا انداخته شده بود. ما هم در این محفل حضور داشتیم و یک مطلب کوتاهی در مورد تهیه کردیم که تماشا میکنیم. اینان نسلند که در غربت به دنیا آمدند و سرزمین آباییشان را از روی قصه های پدر و مادر خود میشناسند. با آنکه این جوانان در فضای فرهنگی کاملا متفاوت بزرگ میشوند، در جستجوی هویت و حفظ داشته های فرهنگی خویشند. شام در کابل با ابتکار اتحادیه دانش آموزان افغان در پوهنتون جورج واشنگتن برای انداخته شده است. ما میخوایم که اول امریکایی ها بفهمند، امشب بسیار امریکایی ها اینجا هستن که بفهمند که کلچر ما چکسوم هست. شاید کلگی فکر میکنند یا غیر جنگ هست، غیر تروریسم یه چیز هست. میخوایم که کلچر ما زیبا هست، مقبولی هم داره. از این خاطر زیاد امریکایی ها اینجا هست و برای افغان ها میخوایم که بازم یادشان باشه که آل اینجا هم هستن، یادشان باشه که کابل چکسوم بود. اگرچه اکثر خانواده های افغان در غربت زندگی در سطح خوبی دارند، اما از طرز تربیت اطفالشان معلوم می شود که همیشه آرزوی دوباره برگشتن به سرزمینشان را در سر دارند. لوی د کوم خپل غیرت دیګه کې دا مافل د سیمه کومکه د لوی د نړۍ د ټول تجربه غانې د ساينس او ټکنالوژي کو وطن ته وېسې ډیر کومکه د افغانستان راتلونکو لپاره او کته ژبه باندې پونې شي کلچر باندې پونې شي دا غټه ستونزه ده. ما میخوایم یاد بگیم فرهنگ افغانی خود با حساب استر ما ان ما جوانا آینده افغانستان هستیم. اگر به حساب مادر و پدر ما بودن، مگر ما دیگه وقتشان میایه، باز از این دنیا میرن، باز افغانستان بر ما میمانه. باز ما چی کار کنیم که از افغانستان؟ اگر فرهنگ خود نفهمیم، دین خود نفهمیم، کلتور خود نفهمیم، باز چیزی کردن نمیتونیم. تمام بخش های محفل طور را اندازی شده که گذشته پربار فرهنگی و چهره های نامدار تاریخ افغانستان را معرفی می کند. تکنوازی ستار توسط دو دختر افغان فضای دیگری را در محفل ایجاد کرد. آخرین بخش این محفل نمایش مود و فیشن لباس افغانی است. در هغه ځای چې ما له هیواد نه بهر افغانانو سره لیدلي، اکثر په دې سوچ دي چې یو ورځ نه یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. په هر حال راورسېدو د خپرونې وروستۍ شیبې ته، خو مخکې له خدای پامانۍ، از نظر ما یګانه راه نجات افغانستان از بحران فعلی آموزش است. ما نسبت به هر کشور دیگه در این زمینه نیاز به تلاش بیشتر داریم. این مسئولیت هر فرد، هر خانواده و تمام مردم افغانستان است که برای کسب آموزش نهایت کوشش خود را به خرج بدهند. لهمدی سره دا کاروان هم دلته ودریږي. کلی یادونه باسی، هر جمعه پر همدی وخت او پر همدی چینل بیا هم له کاروان سره اوسئ. تر بیا، الله مو ملشه.